Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras. گنجشک کوچک پیاده روهای پاریس. زنی که با صدای جذابش از خیابان به کاباره راه پیدا کرد و از آنجا بخت به او روی آورد و تبدیل به چهره‌ای جهانی شد. پیاف با ترانه‌های غمگین و پراحساسش قلب مردم را تسخیر کرد. ترانه هایی که هر کدام بازتابی بود از یکی از گلبرگ های سرخ زندگیش. به مناسبت صدومین سالگرد تولد ادیت پیاف، پاریس به گنجشک خوشاوازش ادای دین کرده و نمایشگاهی از نامه ها، دست نوشته ها، عکس ها و حتی ترانه های ادیت پیاف را به نمایش گذاشته است. نمایشگاه ادیت پیاف در کتابخانه ملی فرانسه برپاست و هدفش یادآوری تأثیر عمیق این خواننده و بازیگر پرآوازه بر فرهنگ فرانسه و رد پای پررنگش بر خاطره مردم دنیاست. Ensuite, on voit qu'elle s'inscrit exactement dans la même lignée puisque elle Joël Hotful, یکی از سازماندهندگان نمایشگاه میگوید نامه‌هایی را پیدا کرده‌اند که ادیت پیاف برای پیر براسور و یا میشل سیمون نوشته، نامه‌هایی که شوخ طبعی و سرزندگی او را به نمایش گذاشته‌اند. جنبه‌ای از شخصیت او که با ترانه‌های اندوهناکش در تضاد بود. کتابخانه ملی فرانسه همچنین ترانه های منتشر نشده ای از ادیت پیاف را هم که از صفحه‌ای متعلق به دهه 1940 به جای مانده از نابودی نجات داده و حالا در این نمایشگاه برای دیدار کننده ها پخش می کند. ادیت پیاف در خانواده فقیر متولد شد و با صدای کم نظیر، چهره خاص و پیراهن ساده سیاهش به دل مردم نشست. ترانه هایش بازتاب دهنده مسائل روزمره بود. نمایشگاه ادیت پیاف در کتابخانه ملی فرانسه تا 23 ماه اوت برپا خواهد بود.